با سلام و درود به شما بینندگان تلویزیون اندیشه. در حالی که ایران با ارسال پهپادهای ساخت این کشور به روسیه برای استفاده در جنگ علیه مردم اوکراین عملا در کنار ارتش روسیه قرار گرفته، امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران میگوید بنا به خواست امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به روسیه رفته تا در نقش میانجی به این جنگ پایان دهد. با اینکه بسیاری از دیپلمات‌های اروپایی و همچنین آقای بورل معتقد هستند در روزهای آتی بر سر احیای برجام به توافق دست پیدا خواهند کرد، اما ایران همچنان بر سر شرایطی که برای احیای برجام از پیش شرایطی رو قائل شده پافشاری میکنه تا این شرایط از سوی امریکا پذیرفته بشه. این دو نکته است که در سفر آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران قرار است که با وزیر امور خارجه این کشور یعنی روسیه صحبت بشه، که البته صحبت هم شده و نکاتی رو که در این کنفرانسی که در پایان این مذاکرات انجام گرفتن هم مطرح کردن. از سوی دیگر مسئله سفر رئیس جمهور حکومت ایران به نیویورک است. سه هفته دیگر قرار است که رئیسی به نیویورک بیاد و در مجمع عمومی سالانه این سازمان بین المللی شرکت بکنه. مورد دیگر که در برنامه امشب بهش خواهیم پرداخت مسئله درگیری های داخل عراق و همطور که میدونید مقتدی صدر، این رهبر با نفوذ شیعه، دیروز به طرفداران خودش اعلام کرده بود که منطقه سبز رو تخلیه بکنن و تقریبا چند ساعتی هم آرامش به عراق برگشت، اما بلافاصله گروه های طرفدار جمهوری اسلامی اعلام کردن که برخلاف اون چیزی که مقتدی صدر میخواد، یعنی مسئله انحلال مجلس و انتخابات جدید، اونها گفتن که ما مجلس رو تشکیل میدیم، دولت هم انتخاب میکنیم، که باز مجدداً این مورد اعتراض وسیع طرفداران مقتدی صدر قرار گرفته و وضعیت تشنج‌آمیزی رو در عراق به وجود آورده. در مورد این سه موضوع گفتگو میکنیم با مهمانان عزیز امشب، دکتر اللهیار کنگرلو و جناب فریدون احمدی عزیز. آقای کنگرلو خدمتتون سلام میکنم و خوشحالم بار دیگر مهمان برنامه ما هستید. درود بر شما جناب اعتمادی و درود بر جناب احمدی و خیلی خوشحالم که یک بار دیگه با شما. خواهش میکنم، لطف دارید. آقای احمدی درود بر شما، خیلی وقت بود که ما از شما بیخبر بودیم، البته در برنامه تلویزیونی. خوشحالم که امشب مهمان این برنامه هستید. منم بسیار خوشحالم، سپاسگزارم از این دعوت و درود میفرستم به آقای کنگرلو و شما همچنین و همه بینندگان عزیز. قربون شما، ممنون از شما. اجازه بدید من اولین پرسشم رو با آقای کنگرلو در میان بذارم. آقای کنگرلو، آقای امیر عبداللهیان به روسیه رفته و گفتن که در دو مورد قرار صحبت بشه، یکی مسئله میانجیگری شدن ایران برای پایان دادن جنگ روسیه با اوکراین و یکی هم مسئله مشورتی که ایران میخواد بر سر مسئله به اصطلاح طرح و قرارهایی که اخیراً از طرف اتحادیه اروپا توسط آقای بورل در اختیار ایران گذاشته شده. شما قطعا نتایج این سفر رو دنبال کردید. به نظر شما اصولاً پیش از این که اتحادیه اروپا و اون کشورهای برحال عضو توافق برجام با هم باید توافق بکنن و کنار بیان، چه اصراری در جمهوری اسلامی ایران که پیش از اون با روس‌ها وارد مشورت میشن؟ بله، حکومت‌ها از این سفرها و مخصوصاً از اعلام دستور جلسه این نوع ملاقات‌ها بین سران کشورها اهداف خاصی رو تعقیب می‌کنن. الزاماً این اهداف شفاف سازی و روشن کردن اذهان عمومی درباره محتوای این گفتارها نیست، بلکه اهداف سیاسی خاصی رو تعقیب می‌کنه. جمهوری اسلامی دلش می‌خواد که این توهم قدرتی رو که داره که مثلاً میانجی یک جنگ عمده درون اروپا باشه، برای جمهوری اسلامی خب این ابزار تبلیغاتی خاصی داره، و از طرف دیگه هم اینی که مکرون یک همچین پیشنهادی رو کرده نشون میده که واقعا اروپا
در مورد جمهوری اسلامی و در مورد مسائلی که نقشی که ایران میتونه بازی بکنه در این هچلی که اروپا توش افتاده، منظورم از دست دادن اون تولید کننده عمده گاز و نفت اروپا، یعنی منابع انرژی اروپا، سهم عمده ای از منابع انرژی اروپا وابسته روسیه تامین میشد، که الان اروپایی‌ها دارن یواش یواش به ماهای نزدیک میشن که باید تصمیم بگیرن آیا زندگیشون رو میخوان بدن دست شیرهای نفت و گاز پوتین و در مقابل مسئله اوکراین سفت وایسن سر جاشون، یا اینی که عقب بکشن. در این مورد ایران میتونه نقش بسیار مهم بازی کنه. جمهوری اسلامی میتونه جایگزین روسیه بشه در فراهم کردن نفت و گاز برای اروپا. یعنی تنها در حقیقت در میون تمام کشورهای تولید کننده نفت ایران هست که ظرفیت استفاده نشده داره، ظرفیت ذخیره تولید هم گاز و هم نفت داره، به طوری که بتونه اروپا روش حساب بکنه برای جایگزینی نفت روسیه. حالا آیا جایگزین نفت روسیه اینقدر فوری و فوتی شده؟ این بیشتر به اروپایی‌ها برمیگرده که تصمیم بگیرن که آیا میخوان این موضع سفت و سخت حمایت از اوکراین و جنگ تا پیروزی رو ادامه بدن، یا اینی که میخوان یه جایی این جنگ رو برای پوتین یک امکانی رو فراهم بکنن که با آبروی نریخته از این جنگ بیرون بکشه و یک سازشی در نتیجه نهایی جنگ انجام بشه. البته خود اوکراینی‌ها هم تمایل زیادی به ادامه جنگ ندارن، ولی اگر این جنگ ادامه پیدا بکنه و آیا این جنگ ادامه پیدا بکنه تا پیروزی نهایی اوکراین یا نه، بستگی به این داره که اوکراینی‌ها آیا تلاش غربی‌ها رو در حمایت از اونا خالصانه و مخلصانه می‌بینن، غربی‌ها در این تضاد در دراز مدت از حمایت خواهند کرد و یا نه، و اینی که غرب آیا واقعاً تصمیم نهایی خودش رو برای اخراج روسیه از بازارهای آزاد دنیا گرفته و یا نگرفته. این به نظر میرسه که اینی که اروپایی‌ها همچین رسالتی رو به جمهوری اسلامی دادن، میخوان هم به پوتین در باغ سبزی نشون بدن که بگن که در نهایت ما قابلیت اینو داریم که همین کسی که پیام آور ما هست میتونه جایگزین نفت و گاز شما برای ما بشه، و همینی که این آخرین فرصتی هست که ما به شما میدیم که کاری نکنی که ما اون تصمیمه، یعنی از نفت و گاز شما صرف نظر کردن و حمایت بیشاعبه از اوکراین برای اینکه اوکراین یک شکست مفتزهامیزی و به روسیه تحمیل بکنه. ببین اگر یک همچین شکستی، حالا خیلی ها در مورد یک همچین احتمالی ممکنه حرف ها و حدیث ها داشته باشن، ولی اگه ما برای یک لحظه به این فکر بکنیم که چه اتفاقی میفته که روسیه شکستی شبیه افغانستان توی اوکراین بخوره، خیلی فرق میکنه اوکراین با افغانستان. اوکراین مرز در مرز روسیه است. اوکراین یکی از ایالت‌های اتحاد جماهیر شوروی بود و قراره که ارتش روسیه چندین ده برابر قدرت بیشتری از اوکراین داشته باشه، و اگر اوکراین بتونه روسیه رو شکست بده، که اینو من به شما بگم که بسیاری از استراتژیست‌های غربی دارن روی این حساب میکنن و برنامه‌ریزی میکنن که یک شکست مفتزهامیزی به پوتین در اوکراین بدن، اگر بتونن پوتین رو قانعشون بکنن که یک همچین چیزی محتمله. اینجوری نیست که فکر کنین که تا به حال هر کاری دلتون می‌خواسته کردین از این به بعد هم خواهید کرد. احتمال شکست مفتزهامیز واقعا جدیه. اگر یک همچین احتمالی رو بتونن روسیه رو قانعش بکنن که میتونه غربی همچین کاری رو بکنه، بعد اون موقع ممکنه که به وسیله پیامی که امیر عبداللهیان برای پوتین برده که بیا از خر شیطون بیا پایین و یه جوری بیای جنگ رو ما به پایان برسونیم که غربیا حاضرن برای تو اختتام جنگ و خاتمه جنگ مفتزهامیز نباشه، تو با آبرومندی از این جنگ بری بیرون و در قبالش همون چیزی که قبلا داشتی، یعنی دسترسی به بازارهای جهانی که ظرف 6 ماه گذشته دیدی اگه دسترسی نداشته باشی چه بلایی سر اقتصادت میاد، همون امتیاز رو ما دوباره حاضریم به تو بدیم. به نظر من این پیام بسیار مهمیه که پوتین لازم داشت از جنوبی که از دوستاش دریافت کنه که شاید سر عقل بیاد و این پیشنهاد رو بپذیره. آقای کنگر رو اجازه بدید من یه سال دیگه بر اساس صحبت هایی کردید ازتون بپرسم. شما اشاره کردید که احیانا اروپایی ها جمهوری اسلامی رو میانجی میخوان بکنن که
روسیه و یا پوتین تن به یک شکست آبرومندانه بده. چون اشاره کردید که پیروزی، اگر جنگ نتیجهش پیروزی اوکراین باشه، و در این حال اشاره کردید که با توجه به اینکه میدونید که همین امروز روسیه شیر گازش رو بر روی آلمان بسته و گفته که البته سه روز قرار استش که این سیستم به اصطلاح فنی و تکنیکی ارسال گاز رو تعمیر بکنیم، ولی در همین رابطه اروپایی‌ها با اسپانیا تماس گرفتن که بتونن از طریق اسپانیا گاز مورد نیازشون رو به نوعی از طریق فرانسه تامین بکنن. ولی اشاره شما به این استش که منابع گاز و نفت ایران به هر حال هنوز وجود داره و میشه از اون طریق نیاز انرژی اروپا رو تامین کرد. اگر این دوتا اتفاق بیفته، یعنی اوکراین در جنگ با روسیه پیروز بشه و بعد مسئله صدور گاز و نفت ایران هم به اروپا تامین بشه، عملا روسیه همطور که اشاره کردید دچار یک شکست مفتضحانه خواهد شد. یعنی به این سادگی نمیتونه دیگه کمر راست بکنه. اگر من برداشتم از تحلیل شما درست بشه باشه، یک چنین اتفاقی ممکنه رخ بده که روسیه همه چیز رو یک جا ببازه، هم صدور نفت و گاز به اروپا رو و هم جنگ با اوکراین رو. بله، الان موضوع بحث این نیست که روسیه پیروز یا شکست خورده از این جنگ بیرون بیاد. موضوع این هست که روسیه شکست مفتضح‌آمیز بخوره یا فقط شکست بخوره. الان انتخاب گزینه روی میز برای روسیه اینه و غرب حاضره که اون سناریوی دوم رو، شکست معمولی رو، تبدیلش بکنه به یه چیزی که از نظر تبلیغاتی غرب اونقدری روش برنامه ریزی نکنه که واقعا روسیه مفتضح این اعمال بشه. الان یه اتفاقی که الان به طور مخفیانه داره بین اروپایی ها و جمهوری اسلامی مذاکره میشه و مذاکره شده این هست که ایران 100 میلیون بشکه نفت توی تانکرها ذخیره توی دریاها سرگردان داره، برای اینکه ذخیره تولید شده است و خریداری نداره. اروپا به جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده پرداختن 7 میلیارد دلار، یعنی بشکه 70 دلار برای این 100 میلیون بشکه نفت کرده، و به جمهوری اسلامی که میدونه، اروپا میدونه که جمهوری اسلامی شدیداً به پول احتیاج داره، به جای اینی که اجازه آمریکا رو بخواد که 7 میلیاردش رو از کره جنوبی خلاص بکنه و تحریم ها رو، یعنی بلوکر رو روی 7 میلیاردی که توی بانک‌های کره جنوبی گیر کردن رو بخواد در خلال این برجام بخواد با موافقت آمریکا رو بگیره، اروپایی‌ها گفتن ما حاضریم 7 میلیارد دلار ظرف چند ساعت به شما بدیم به شرط اینکه این 100 میلیون بشکه تخلیه بشن توی هامبورگ توی آلمان و تبدیل بشه مایه املاک، یعنی اروپایی‌ها بخرن این 100 میلیون بشکه رو از جمهوری اسلامی. خب ببینید، جمهوری اسلامی که واقعاً از نظر ذخایر ارزی مخصوصا ارز دلار و یورو در مضیقه بسیار فراوانه، اقتصادش ورشکسته است، حتی حقوق کارمندان دولت رو نمیتونه بپردازه، این یک گشایش بسیار بزرگیه. از طرفی نباید به مسئله برجام و اون خواسته های آمریکا تن در بدن، از طرف دیگه اروپایی‌ها حاضرن یک ترک دیگه، یک راه دیگه برای جمهوری اسلامی برای به دست آوردن ارز بسیار پرقدرت، و اینی که به علاوه بر اون یک پیشنهادی از طرف اروپایی‌ها مستقل از آمریکا روی میز هست که جمهوری اسلامی به تأمین کننده انرژی اروپا تبدیل بشه، تأمین کننده انرژی عمده اروپا تبدیل بشه و یک قرارداد 30 ساله به مبلغ 1,000 میلیارد یا 1 تریلیون دلار به جمهوری اسلامی پیشنهاد کردن. خب ببینید، این قراردادها واقعاً آب از دهن فرماندهان سپاه راه انداخته و با تمام اون دندان‌های ایدئولوژی که اونا رو کند کرده. مجموعه این عوامل کاملا روی میزه، هم به نفع اروپاست که همچین پیشنهادی رو بکنه و هم اینی که من مطمئنم با وجود اینکه اروپا این پکیج رو به طور مستقل داده، با اجازه آمریکا این پکیج رو داده، برای اینکه آمریکا حساسیت بسیار زیادی نسبت به تأمین انرژی و امنیت منابع انرژی اروپا داره. بسیار خب، آقای فریدون احمدی، تحلیل آقای کنگلرو رو شنیدیم. اول میخوام از شما بپرسم، آیا چون که هنوز آقای مکرون رسما نگفته که من یک چنین
درخواستی رو از سید ابراهیم رئیسی داشتم که به عنوان میانجیگری در سفر امیر عبداللهیان به روسیه بتونم صحبت کنم با روسا، ولی خبرگزاری ایستا این رو رسما به نوعی اعلام کرده. سوالم از شما اینه که آیا واقعا جمهوری اسلامی ایران در جایگاهی هست در صحنه بین المللی که بتونه نقش میانجی بازی بکنه برای صلح بین جنگ روسیه و به اصطلاح اوکراین؟ نکته دوم، یعنی سوال دوم هم اینه که اگر این اتفاق بیفته و ایران اون 100 میلیون بشکه نفتی که روی کشتی های به اصطلاح نفت کش داره اونا رو اگر بخواد بر اساس نکاتی رو که آقای کنگر رو مطرح کردن بفروشه، پولی که به دستش خواهد اومد آیا میتونه مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ایران رو به نوعی برطرف بکنه؟ من شک دارم که این موضوع واقعا طرح شده قطعا در مذاکرات دو جانبه آقای مکرون با آقای عبداللهیان یا آقای رئیسی، حالا من دقیق نمیدونم با کدوم صحبت کردن چون همتا با هم صحبت میکنن، و در مورد مسئله اوکراین هم صحبت شده، ولی بیشتر به نظر میرسه که تبلیغات جمهوری اسلامیه که مسئله رو بزرگ کنن، طبق معمول جایگاه بزرگتری به جمهوری اسلامی بدن در عرصه جهانی، و این روال همیشگیشون هست. غرب امکانات بسیار گسترده تری داره برای اینکه مناسبه و میتونه از کسان دیگری از جمله از آقای اردوغان، ترکیه، از اسرائیل استفاده بکنه برای اینکه تاثیرگذاری داشته باشه روی سیاست‌های روسیه، و نیازی نیست که به عبداللهیان و جمهوری اسلامی مراجعه کنه یا از اون بخواد، و به نظر میرسه که بیشتر تبلیغات جمهوری اسلامی باشه. و درست مذاکرات، یعنی بیشتر این احتمال رو میشه داد هرگاه مذاکرات برجام به مقاطع حساس‌تر و جدی‌تری میرسه، خب بلافاصله مسئله مشورت‌ها، یا حتی اگر مشورت هم یک واژه بزرگی براش بدونیم، به نوعی صلاح دید و حالا دستوردهی هم شاید تون باشه، دستورگیری از روسیه مطرح میشه و سفر یا اینها نماینده میفرستن به مسکو یا از مسکو نمایندگانی به ایران میان برای اینکه مسئله رو پیش ببرن و تبادل نظر بکنن و اینها نظر روسیه رو جویا بشن. خب واقفیم که مسئله توافق برجام داره به مراحلی میرسه که احتمال زیاد توافق صورت میگیره، و خب این به کلی تغییر خواهد داد، همونطور که آقای کنگرلو فرمودن. اگر اون نفت و گاز که البته الان مطرح نیست چون نه تکنولوژی LNG رو داره جمهوری اسلامی یا میتونه استفاده بکنه، مسئله فقط اون هم کوتاه مدت نفت شناور روی دریاهاست، روی ذخیره های در کشتی های ایران هست که روی دریاست، و اون هم میتونه کمک کنه به اروپا. اروپا کشورهای مختلفش توی این زمینه هراس دارن از زمستان سرد و زمستان که با بحران انرژی مواجهن، و به همین دلیل هم خب رو آوردن به جمهوری اسلامی توی این زمینه و پیشنهادهایی دادن. و خب یک تصمیم اساسی و حیاتی خواهد بود برای، یعنی یک سمتگیری استراتژیک برای جمهوری اسلامی هست، و خب معلوم نیست که کدام سمتگیری رو داشته باشه. مورد دوم این که آیا، ببخشید سوال دوم من فراموش کردم. بله، سوال دوم من بود که اگر این مراحل به درست به خوبی پیش بره و ایران هم تأثیرش روی جامعه ایران و اقتصاد ایران. به نظرم خب اونقدر دهنهای باز و جیبهای گشاد در ایران وجود داره، فساد
بهتر میدونید آن چنان گسترده است و اقتصاد آن چنان غیر اوغلایی است که به هیچ وجه به نظر میرسه که یک مسکن کوتاه مدتی خواهد داشت، به ویژه اینکه این نفت های روی شناور هم تمام خواهد شد، یعنی فروخته خواهد شد و این پول و دراز مدت اون تکنولوژی که عقب مانده ای که در استخراج نفت دارن و حد معینی که میتونن استخراج کنن اون گونه نیست که بتونن در بهترین حالت حدود 3.8 میلیون بشکه در روز اینها استخراج میکردن و به اون حد هم نخواهند رسید. 1.8 میلیون بشکش مصرف داخلی داره، یعنی میزانی که میتونن صادر کنن در بهترین حالت به حساب در حدی نخواهد بود که بتونه بحران‌های اقتصادی رو تغییر جدی بده، مشکلی رو از مشکلات مردم ایران حل بکنه و البته کوتاه مدت تأثیر خواهد داشت ولی این تأثیر دراز مدت نخواهد بود. در مورد وضعیت اوکراین هم صحبت شد، یه نکته رو عرض کنم. به نظر من از مواضع غرب به طور کلی و یک پارچه نمیشه صحبت کرد. بعضی از رهبران کشورهای غربی، بعضی از جمله مکرون، از اونهایی هستند که دنبال این هستند که یک شرایطی به وجود بیاد، حالا به هر دلیل، به دلیل مشکلات داخلی که دارن، که آبرومندانه شرایطی رو ایجاد بکنن که روسیه بتونه از این جنگ رهایی پیدا بکنه. ولی با دو تا مشکل جدی مواجهن. یکیش مسئله خود مردم اوکراین هست و حکومت اوکراین. اینها نمیتونن بر اونا اعمال فشار بکنن که مثلا بپذیرید که شرق اوکراین، استانهای شرقی اوکراین یا کریمه رو روسیه داشته باشه یا به شکلی بماند آنجا. به هر حال آبرومندی از نظر روسیه این هست که دستاوردهایی در این جنگ داشته باشه و این مشکل رو نمیتونن حل کنن. مشکل دوم اینه که یک پارچه نیستن در این زمینه. بازم آقای کنگرلو فرمودن که بخشی از نیروها در غرب این ارزیابی رو دارن که شکست مفتزهانه‌ای خواهد خورد روسیه با توجه به کارنامه تا کنونیش در جنگ و همین نکنم تهاجماتی که شروع کرده اوکراین و برنامه ریزی های سیستماتیکی که شروع کرده نشون میده که میتونه پیروزی هایی در این عرصه داشته باشه، پیروزی های نظامی. بسیار ممنون آقای احمدی. خب برمیگردیم به مسئله عراق. آقای کنگرلو، به هر حال مسئله عدم دخالت ایران در امور مسائل داخلی کشور خاورمیانه از یکی از بندهای جدی بود در توافقنامه برجام، ولی الان به نظر میرسه که بعد از سوریه، لبنان و بعدم الان عراق، به طور جدی ایران نقش اساسی داره بازی میکنه. آقای مقتدی سر که خودش از رهبران شیعه بود دیروز کوتاه اومد و گفت که برام از طرفداران میخوام که اون منطقه سبز رو تخلیه کنن و بعد از اونم یه آرامش نسبی به وجود اومد، ولی گروه های طرفدار جمهوری اسلامی ایران دوباره به هر حال اقدامات جدیدی رو شروع کردن که مجلس رو میخوان راه بندازن، دولت انتخاب بکنن و مقتدی سر با این مسئله مخالفه. ادامه این وضعیت چه تبعاتی رو در عراق به وجود میاره؟ آیا ممکنه که عراق هم سرنوشت سوریه رو پیدا بکنه و به هر حال مردم این کشور به جان هم بیفتن و نتیجهش هم اونجا به هر حال شاید به تجزیه عراق، شاید به یک جنگ داخلی ادامه دار تبدیل بشه؟ این از نظر کشور غربی این نوع دخالت ایران در امور داخلی عراق به نظر شما چه تأثیری رو میتونه بگذاره؟ جمهوری اسلامی ببینیم جمهوری اسلامی چه گزینه هایی رو به رسمیت میشناسه. خب ببین یه سری گزینه هایی وجود داره که جمهوری اسلامی نسبت بهش یا آگاهی نداره یا نسبت بهش اهمیت نمیده، نسبت به وجود اون گزینه هایی که در مقابل پای جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت وجود داره. یکی از این گزینه هایی که الان ابر و باد و ماه و خورشید و فلک واقعا با هم دیگه جور شدن تا اینکه جمهوری اسلامی از این فرصت تاریخی تامین کننده انرژی عمده اروپا
نه فقط برای زمستان 2022 بلکه برای 30 سال آینده تبدیل بشه به اون که یعنی وارد یک معامله استراتژیک با غربی ها بشه، با اروپایی ها بشه. این معامله، این نوع معامله مشکل اصلی یک همچین معامله‌ای که می‌دونیم تمام طرف‌های معامله، تمام طرف‌های موجود ذینفع اندرش، یعنی به نفع جمهوری اسلامی، به نفع اروپاست، به نفع امریکا هم. حتی اگر اروپایی‌ها به طور یک جانبه با جمهوری اسلامی وارد معامله بشن، به نفع امریکا هم هست. منظورم اینه که خارج از برجام هم یه همچین معامله انجام بشه. وقتی که یک همچین شرایطی پیش میاد به طور کلی در روابط بین ملل، رابطه بین کشورها اینجوریه که مثلا کشور شماره یک، رهبران کشور شماره یک منافع ملی اون کشور رو فرموله میکنن، بعد اون کشور شماره دو هم که میخوان باش معامله کنن سعی میکنن منافع ملی اون رو هم بفهمن، بعد در مقطع مشترک منافع خودشون و اونا مانور بدن، یعنی معامله کنن، بدن و بستونن. حالا الان در این شرایط واقعا مقطع مشترک و همپوشانی بین منافع ملی ایران و منافع اروپا، منافع امنیتی و حتی من میتونم بگم منافع موجودیتی اروپا هم یک همپوشانی عظیمی وجود داره که حتی بچهای کودکستانی هم میتونن ببینن. لازم نیست شما متخصص روابط بین الملل باشی برای اینکه بتونی همچین همپوشانی منافع رو بتونی ببینی. حالا هر وقت که یک همچین شرایطی پیش بیاد، درست مثل شرایط اقلیمی که هر وقت که شرایط اقلیمی شرایطی مناسب برای باد ایجاد بشه، شما باد خواهید داشت. این یک اصل غیر قابل انکار علمیه، هم در روابط بین الملل هم در قوانین طبیعی. حالا الان در دنیا این وضعیت ایجاد شده که اروپا شدیداً احساس ناامنی میکنه از منظر منابع انرژیش مخصوصا نسبت به روسیه، و از طرف دیگه هم روسیه رو مجبوره که مسئول این وضعیتی که توی جنگ اوکراین هست نگرش داره، و مجبور اروپا مخصوصا برای این رابطه تاریخی که با روسیه داره، اروپا مقید میدونه خودش رو که اجازه پیروزی قاطع به روسیه نده. شما حالا تمام این قسمت‌های مختلف، قطعه‌های مختلف این پازل رو کنار هم دیگه بذارین، ببینین چه نتیجه گیری از این میشه کرد. نتیجه گیریش اینه که اروپایی‌ها تا اونجا که در توان دارن به جمهوری اسلامی پیشنهاد بکنن که تبدیل شریک استراتژیک بشه. تبدیل شریک استراتژیک شدن به معنی این هست که جمهوری اسلامی باید از یک سری از رفتارهای گذشته‌اش دست برداره، همون رفتارهایی که هممون باهاش آشناییم، رفتارهای نیابتی، حمایت از نیروهای مسلح نیابتی در منطقه و توسعه سلاح‌های هسته‌ای و تخریب دست جمعی و ضدیت هیستریک با غرب و دشمنی با اسرائیل. اینا این پیشنهاد الان روی میزه. حالا آیا جمهوری اسلامی راه آینده خودش رو می‌خواد از این راه بره؟ این کار رو، این پکیج رو به نفع خودش میدونه، به نفع اون حکومتی که تا به حال بوده و اون ایدئال هایی که داره و اون اهدافی که از استفاده از منابع ایران در 43 سال گذشته تعقیب کرده، آیا اینو به نفع خودش میدونه یا اینو آبروریزی برای خودش میدونه؟ اینو بر علیه منافع بقای جمهوری اسلامی، نه منافع بقای ایران و منافع ملی ایران. میبینیم که در اینجا واقعا یک واگرایی بین منافع ملی ما و منافع بقایی جمهوری اسلامی ایجاد شده. حالا اگر جمهوری اسلامی این دو راه رو ببینه، یعنی بگه یا در بر همون پاشنه قدیمی خواهد چرخید، روسیه و چین میتونن ما رو حفظمون بکنن، بقای ما به رابطه استراتژیک و تنگاتنگ با روسیه و چین بستگی داره و غرب قابلیت اینی که از نارضایتی‌های داخلی ایران سوء استفاده بکنه و سرنگونی ما رو تسریع بکنه، از این قابلیت برخوردار نیست، که در اون صورت جمهوری اسلامی به همون راه قبلی خواهد رفت. اگر جمهوری اسلامی به وقایع جدیدی که اتفاق افتاده، به واقعیت‌های میدانی جدید، آگاهی عملگرایانه، نه ایدئولوژیک، آگاهی عملگرایانه پیدا بکنه، به نظر من باید راه اتحاد استراتژیک با اروپا رو در پی بگیره که هم به نفع منافع ملی ماست، هم به نفع بقای خودش هست. و این یکی از معدود نقاط حساس تاریخ است که منافع ملی ما و منفعت موجودی جمهوری اسلامی میتونن در یک زمان تأمین بشن. آقای کنگرو، ممکنه خواهش کنم خیلی کوتاه بفرمایید که با توجه به این شرایطی که شما ترسیم کردید،
اگر ایران تصمیم بگیره با آمریکا و اروپا کنار بیاد تا بتونه خودش از وضعیت کنونی نجات بده، آیا روسیه این اجازه رو به جمهوری اسلامی ایران خواهد داد و فرماندهان سپاه و به خصوص رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای حاضر میشه که این وضعیت جدید رو بپذیره و قید روسیه رو بزنه و ارتباطات خودش رو به خاطر حفظ منافع ملی کشور ما با غرب شروع بکنه و ادامه بده؟ برعکس اون چیزی که یه عده زیادی معتقدن، من معتقد نیستم که فرماندهان سپاه و بیت رهبری به خاطر دلایل ایدئولوژیک این حرکات میکنن. به نظر من منافع مادی دارن و منافع مادی که دارن در این هست که تحریم ها وجود داشته باشه تا اینا بتونن حدود 40 تا 60 درصد اقتصاد ایران رو در دست خودشون و بدون حسابرسی داشته باشن و به پول های میلیاردی دسترسی داشته باشن. ولی الان ما داریم دیگه درباره میلیارد صحبت نمی‌کنیم. الان براشون فرصت تریلیونی، هزار میلیاردی ایجاد شده. و چون اینا به ما در گذشته نشون دادن که اگر منفعت مادیشون ایجاد بکنه، به قول خمینی حتی اصول اسلام رو هم تعطیل میکنن، نماز جمعه رو هم تعطیل میکنن، بنابراین مجموعه این عوامل به ما میگه که بله، الان پکیجی رو اروپا روی میز گذاشته که همونطوری گفتم آب از دهن فرماندهان سپاه و دفتر رهبری واقعا راه انداخته و این احتمال پذیرفتن این سناریو رو قوی میکنه. بله، مرسی از شما. آقای احمدی، با این حساب شاید قابل توجیه باشه که ایران در رابطه با مسئله عراق و دخالتش در امور داخلی کشور ما، من سوالم از آقای فریدون احمدیه چون هنوز تصویر جناب کنگرو روی تلویزیونه، سوالم از آقای احمدیه که در رابطه با مسئله عراق، آیا واقعا غربیا چشمشون رو بر روی دخالت‌های ایران در عراق خواهند بست و سرنوشت عراق به دست جمهوری اسلامی ایران خواهد افتاد؟ شواهد نشون میده که در مورد هر دو مسئله‌ای که همکنون طرح شد، یکی اینکه سمت‌گیری استراتژیک جمهوری اسلامی تغییر بکنه، شواهد و تجربه تا کنونی نشون میده که چنین نخواهد بود. یعنی با کل موجودیت خودش رو در خطر میبینه، پایه اجتماعی محدود شدهش رو از دست خواهد داد با این تغییر چیز. درسته که دیگه این حکومت ایدئولوژیک نیست، ولی در حقیقت بقاش بر اساس بعضی تبلیغ روی بعضی مسائل ایدئولوژیکه و پایه‌های اجتماعیش هم این چنین بسیج شدند و سازماندهی شدند. یعنی بسیار بعیده که چنین تغییر مسیر استراتژیکی بده که میدونه که به در حقیقت کلیت نظامش در خطر خواهد افتاد. یعنی دیگه این جمهوری اسلامی که ما میشناسیم نخواهد بود و طبعا تبعات بسیار بزرگ سیاسی خواهد داشت. این حرف درستی است که غرب کلن با جمهوری اسلامی از سر مماشات برمیاد و نظر خیلی آنچنان که شایسته این رژیم سرکوبگر قرون وسطایی دین مدار هست و دیدیم در همین ماجرای سلمان رشدی هم دیدیم که چقدر خیلی سریع به فراموشی سپردنش، در حالی که قبلا به گونه دیگری برخورد میکردن. همه اینها در یک مجموعه است که از یک طرف میخوان با این موجود به توافق برسن و مسئله اتمی و خطر اتمی جمهوری اسلامی رو فعلا یه مدار مسکوت بگذارن، از طرف دیگه اون مسائلی که در مورد انرژی و مشکلاتی که در این زمینه دارن حاد نکنن، نمیخوان هیچ کانون تشنج دیگری، کانون درگیری دیگری در منطقه ما ایجاد بشه. مسئله اوکراین هست، مسائل دیگری که شرق آسیا براشون مسئله محوری است. بنابراین دائما جمهوری اسلامی رو اقداماتش، کارهاش چشم‌پوشی میکنن. این حرف درستیه. در مورد عراق هم ببینیم با کمترین حتی اینها مشکباران میکنن پایگاه‌های آمریکایی رو، هر چند وقت یک بار یک واکنشی نشون میدن. اما این به این معنا نیست که جمهوری اسلامی در عراق هر کاری بخواد بکنه و در حقیقت عراق در دست جمهوری اسلامیه. سیر به حساب هم احساسات ناسیونالیستی عراقی ها
و مخالفت‌های گسترده‌ای که در اشکال مختلف، شکافی که بین شیعیان در عراق افتاده، بین مقتدرسد در یک طرف و طرف دیگر طرفداران اون جبهه هماهنگی که به هر حال جمهوری اسلامی درش نقش بالایی داره، این مجموعه به سمت تضعیف اون نیروی وابسته به جمهوری اسلامی تا کنون بوده در 3 ساله اخیر، و در به نظر میرسه که شیوه مبارزه و مخالفت‌های اینها یه مدارم شباهت داره به خود شیوه های مبارزات آخوندی در ایران در دوره های گذشته، این قهر کردن ها و استفادادن ها و اعتصاب قضا و اینها به هر حال تاکتیک هایست در این زمینه، ولی نیروی مخالفی که نمیخواد این حد وابستگی به جمهوری اسلامی در عراق وجود داشته باشه، نیروی ضعیفی نیست، نیروی قویه، و به نظر میرسه که این روند تضعیف پایه های انتخابات گذشته هم نشون داد و شاید هم به سمت با توجه به اخباری که میرسه یک انتخابات مجددی پیش بره و در این انتخابات هم باز هم انتظار این هست که گروه های وابسته به جمهوری اسلامی تضعیف بشن، ولی همونطور که شما پرسیدید به نظر من هم مسئله یک جنگ داخلی در عراق جدی است و بعید نیست که اتفاق بیفته و ما عملا که خب یک انشقاق جدی 3 شاخه در عراق هست که در حقیقت هویت عراقی زیر سوال رفته، یا بخشی از عراق کرد هست، بخشی سنی و بخشی شیعه، بر اساس تعلق قومی و یا تعلق دینی تقسیم بندی شده. یکی از اون عرصه‌هایی که ظاهرا به عنوان دموکراسی توافقی مطرح بود و معروف شده، خب اینجا ضعف خودش رو نشون میده که به هر حال این توافق‌ها موقتیه و وقتی یک جا یکی یا چند تا از طرفین به بخشی از اون توافق عمل نکنن، مسئله به بنبست میرسه و به دلیل وجود ساختارهای قبیله‌ای در عراق و قوام نیافتن فرهنگ و مناسبات یک جامعه مدنی در این کشور به اون حد کافی، خطر جنگ داخلی در این کشور بالاست. بسیار ممنون آقای احمدی. متاسفانه این بحث شما و آقای کنگرلو بحث خیلی خوبی بود. من با اینکه رسانه‌های مختلف رو دنبال میکنم در مورد این موضوع، به نظر نکات جدیدی هم تو صحبت‌های شما بود آقای احمدی، هم تو صحبت‌های آقای کنگرلو، ولی وقت ما کمه و من یکی از موضوعاتی که میخوام باتون در میون بگذارم در این 10 دقیقه پایان برنامه مربوط به سفر رئیسی به نیویورک. 3 هفته دیگه قرار است در روز 21 سپتامبر سید ابراهیم رئیسی به عنوان نماینده ایران در مجمع سالانه سازمان ملل صحبت بکنه. با توجه به سوابق و عملکرد جنایتکارانه رئیسی و با توجه به اینکه در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم به نوعی رکود اعتراضات مدنی در این 2-3 ماه اخیر به نظر میرسه شکل گرفته، ما دیگه شاهد اعتراضات بازنشستگان و معلمان و کارگران و اینا نیستیم و نتیجه دلیلش هم روشنه، رژیم بسیار به اصطلاح شرایط امنیتی بدی رو به وجود آورده، فشار زیادی رو زندانیان سیاسی گذاشته و غیره و غیره. نکته اینه که آقای کنگرلو، عرصه مبارزه اعتراضات جدی عرصه خیابانی است، یعنی تا زمانی که هر گروه اجتماعی، هر مردمی، هر ملتی اگر نخوان پا به میدون مبارزه بذارن و به خیابون بیان هیچ اتفاقی نمیفته. رئیسی جنایتکار داره میاد به سازمان ملل، این در شأن این ملت ایران و مردم ایران به خصوص ایرانیان که در خارج از کشور هستن و وظیفه دارن در قبال این قضیه واکنش نشون بدن نیست که بدون واکنش بگذارن این شخص بیاد و صحبتاشو بکنه و برگرده. گروه های مختلفی در صدد به اصطلاح سازماندهی اعتراض هستند در به خاطر حضور این شخص در سازمان ملل. یکی از این گروه ها که تا یک سری به اصطلاح پانل های تلویزیونی و دعوت از آدم های مختلف با گرایشات مختلف به این نتیجه رسیدیم که بدون پرچم، بدون عکس، بدون هیچ گونه آرم و نشان سازمانی و حزبی کنار هم بیستیم، با
پرچم سرنگ ایران، یا با شیر خورشید یا بدون شیر خورشید، تا بتونیم در نیویورک نمایشی از یک اعتراض قدرتمند رو نشون بدیم به افکار عمومی جهان که این شخص نماینده ما نیست، ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم و ما خواهان دموکراسی و حقوق بشر هستیم. به نظر شما آیا یک چنین پیشنهاد و یا طرحی میتونه همه ایرانیان رو راضی بکنه که در یک اعتراض جمعی و فقط برای 2-3 ساعت کنار هم بایستن و این چند تا شعار رو بدن؟ به نظر من اگرم دور هم دیگه جمعشون بکنه که نخواهد کرد، ارزشی نداره. اگر ملتی، ایرانیان خارج از کشور، بخشی از ایرانیان خارج از کشور که اسمش اپوزیسیون هست، برای آمدن در مقابل سازمان ملل، ساختمان سازمان ملل و اعتراض به ورود یک جنایتکار به عنوان نماینده ملت ایران به مقر سازمان ملل شرط پرچم نیاوردن گذاشتن، معلومه که هنوز ایرانیان در درون اپوزیسیون اون فرمول طلایی همگرایی بین بخش‌های مختلف اپوزیسیون رو پیدا نکردن. ببینید، پرچم ما، پرچم ملی ما، پرچم شیر و خورشیده. اگر کسانی وجود دارن در درون اپوزیسیون که شرط حضور خودشون رو عدم وجود پرچم شیر و خورشید میذارن، اون آدم اومدنشون ارزش نداره. اگرم بیان، بیشتر به تشتت میانجامه تا به اتحاد. بنابراین این وظیفه اپوزیسیونه که تعریف بکنه که ما بر علیه جمهوری اسلامی به چه سلاحی، چه کدومی که از این سلاحهایی که جلوی پای ما رو زمین افتاده اعتقاد داریم که دلاشیمون سلاح رو برداریم و بر علیه جمهوری اسلامی استفاده کنیم. به نظر من الان در این شرایط تاریخی هیچ جنبه ای از زندگی ملت ایران به اندازه جنبه ملی بودن ما، ایرانی بودن ما، تاریخ ما، فرهنگ ما، زبان ما و ادبیات ما و تمامیت ارضی ما و به طور کلی همه اینا رو میشه در یک جمله منافع ملی ما مورد خطر قرار نگرفته. ما اگر سر این منافع ملی توافق نداشته باشیم، که این منافع ملی به شکل نوشتاری میشه گفت منافع ملی، به شکل تصویربرداری میشه گفت پرچم شیر خورشید سرخ، اگه ما سر اینی که پرچم شیر خورشید سرخ منافع ملی، تمامیت ارضی، گذشته تاریخی، ادبیات، زبان و فرهنگ ما رو نمایندگی میکنه به سر توافق نرسیده باشیم، معلومه که واقعا اپوزیسیون دنبال چلو کباب خوردن بوده، نه دنبال کانسنسس بیلدینگ به قول آمریکایی‌ها یا ایجاد توافق جمعی. من معتقدم که تا زمانی که ما سر منافع ملی یک گفتمان مرغوب راه نیندازیم و به یک توافق ریشه‌ای سر اینی که چه چیزی گفت منافع ملی ما رو تشکیل میده نرسیم، این تظاهرات بیشتر جنبه نمادین داره و واقعا اون کار طلایی رو که باید بکنه، یعنی واگرایی بیشتر و جذب اقشار وسیع‌تری از اپوزیسیون خارج از کشور و داخل کشور به پیوستن به اپوزیسیون رو نمیتونه انجام بده. بسیار ممنون آقای فریدون احمدی. دیگه دقایق پایینی، 5 دقیقه البته مونده، به شما تعلق میگیره. البته خب آقای کنگرلو خوشبین نیستن که این تظاهرات با 2 تا پرچم سرنگ ایران، با شیر خورشید یا بدون شیر خورشید، اما در کنار هم برای 2 ساعت فقط در کنار هم ایستادن به این سادگی پیش بره. نظر شما رو میپرسم، آیا یک چنین امکانی وجود داره یا نداره؟ و اصولا شما به خاطر اینکه عضو شورای مدیریت گذارم هستید و در این رابطه من دیدم یک آفیشی هم منتشر کردید و ضرورت اعتراض به حضور رئیسی هم در اون آفیش تاکید کردید روش، آیا شما این خوشبینی رو دارید که جریانات مختلف و گرایشات مختلف اپوزیسیون برای 2 ساعت فقط کنار هم بایستن و اعتراض کنن با یک نماد نمایش، یک نماد ملی که پرچم سرنگ ایران میتونه باشه؟ اول اینکه کاملا ضروری است که ما بکوشیم چنین اعتراض گسترده‌ای و هرچه گسترده‌تر رو شکل بدیم، سازمان بدیم. درسته که شایسته ترین نماینده جمهوری اسلامی همین فرد بی سواد قاتل، همین آیت الله قاتل است. یعنی هیچ کسی رو من شایسته تر از نمایندگی برای نمایندگی جمهوری اسلامی از این فرد نمی‌بینم. ولی برای ما ایرانیان باعث شرمساری است که به هر حال به عنوان رئیس جمهور کشور ما اونجا حضور پیدا خواهد کرد و ما باید این پیام رو به جهانیان برسونیم که
این فرد چه کارنامه‌ای داره، این نظام چه کارنامه‌ای در مجموع داره و به هیچ وجه مورد تایید مردم ایران نیست. و همه اونهایی که میتونن به هر حال به نوعی اونجا حضور داشته باشند یا اعتراض خودشون رو به اشکال مختلف، اشکال نامه نگاری به مسئولین نگاه هم، من هم معتقدم که نباید به دلیل همه بحثایی که در یک ساعت تقریبا یک ساعت گذشته کردیم به دولت‌های اروپایی یا آمریکایی باشه. اونها خب تصمیمشون رو گرفتن، فعلا چشمشون رو بستن به مسئله حقوق بشر در ایران، به مسئله که در رابطه با مردم ایران میگذره و بر عملکرد جمهوری اسلامی. مسئله افکار عمومی جهانیان هست، مسئله رسانه ها هست و رسوندن این پیام و نشون دادن این که مردم ایران چیز دیگری میخوان، این رژیم رو نمیخوان و شایسته نمیدونن. این که تا چقدر موفق بشیم در این کار گسترده حضور پیدا بکنند خب نمیشه از قبل گفت، ولی فکر میکنم و امیدوارم که با تلاش های متعددی که صورت گرفته، از جمله همین تشکیل کمیته که شما گفتید آقای اعتمادی عزیز، فکر میکنم گام های خوب و مثبت و محکمی برداشته شده. اتفاقا از درون همین اتفاق، همین پروژه های مشترک، اقدامات مشترک است که نیروهای سیاسی هرچه بیشتر میتونن به هم نزدیک بشن، پلتفرم های مشترکی پیدا بکنن، اهدافشون کم و بیش مشترکه، موارد مبانی مشترکشون بسیار روشن شده دیگه، به هر که بگه میگه خب مسئله بیانیه جهانی حقوق بشر، تمامیت ارضی کشور، نمیدونم استقرار یک نظام مبتنی بر دموکراسی و سکولاریسم و مسائل رفع هر گونه تبعیض، مسائلیه که همه ما باش روش توافق داریم. ولی در عمل میبینیم که خب اولا باید پذیرفت که جامعه ما جامعه کثرت‌گرا، پلورالیستی، جامعه سیاسی، و خب تنوع رو باید پذیرفت، در همین حرکت‌های اعتراضی هم پذیرفت. و به هر حال مشکلاتی تا کنون وجود داشته که یک اپوزیسیون یگانه که نه، هماهنگ و هم‌آوا و هماهنگ شده با هم شکل بده، ولی این اقدامات میتونه کمک کنه. ما تجربه خیلی خوبی داریم در زمینه انتخابات و نه به جمهوری اسلامی، که چگونه همه نیروها موفق شدن در یک گستره بسیار زیاد جمهوری اسلامی رو شکست بدن و طبق آماری که میشه کم و بیش الان بهش تکیه کرد، نزدیک 80% مردم پیوستن به این، یعنی پاسخ مثبت دادن به نه به جمهوری اسلامی در اون انتخابات و عدم شرکت در اون انتخابات. من فکر میکنم که در این گونه اقدامات و اکسیون ها هم میشه این اتفاق و اتحاد رو نشون داد، و زیاد هم نباید حساسیت به نظر من داشت، پذیرفت که حتی کسی با یک پرچم دیگه یا عکس دیگه هم در گوشه بیاد. ما در تظاهرات اروپایی ها میبینیم که یکی پرچم به حساب شعارهای سبز داره، اون یکی شعارهای سرخ میده، اون یکی پرچم خودش رو داره، ولی همه اونها مجموعه تظاهرات یک خواست معینی رو فرموله کردن، اون خواست بیان واحدی پیدا کرده اون تظاهرات، ولی هر کس پرچم خودش رو هم داره. یعنی ما یواش یواش باید بریم به این سمت که بپذیریم که در این گونه حرکت ها تنوعی که در جامعه ما وجود داره و بتونیم بازتاب بدیم. بسیار ممنون جناب احمدی عزیز، به پایان وقت رسیدیم، ولی 30 ثانیه اگر آقای کنگرون نکته رو دارن تو 30 ثانیه آخر بفرمایید. بله، من حتی در رابطه با حرفی که جناب احمدی زدن، من هیچ تظاهراتی ندیدم تو آمریکا که مردم آمریکا از با گرایش های مختلف سیاسی پرچمی بجز پرچم ایالات متحده، یا در آلمان پرچمی بجز پرچم آلمان، یا در فرانسه پرچمی بجز پرچم فرانسه، یا در ایتالیا پرچمی بجز پرچم ایتالیا بیارن. و با وجود گرایش شده میتونن در اروپا و امریکا احزاب پرچم خودشونو دارن، ولی پرچم احزاب جایگزین پرچم ملی نیست.
این بحث بسیار حساسیه. به نظر من یکی از نقاط چسبناکی که اپوزیسیون رو تا به حال با شکستی که دارید امروز می‌بینیم مواجهش کرده دقیقا همین حرفه. یعنی حساسیت نشون ندادن نسبت به نمادهای ملی اون چیزی هست که اپوزیسیون رو، حرکات اپوزیسیون رو برای ملت ایران جذاب نمی‌کنه. اگه برای ملت ایران جذاب نباشه حرکاتی که اپوزیسیون می‌کنه به بهش نمی‌پیوندن. بسیار خوب، به پایان وقت برنامه رسیدیم. تا اومدن سید ابراهیم رئیسی به نیویورک هم 3 هفته وقت داریم، 21 روز. من مطمئنم در فاصله این 21 روز باز هم آقای فریدون احمدی و جناب کنگرو رو دعوت خواهیم کرد تا ببینیم که آیا میتونیم به نتایج نزدیک به هم و منطبق با هم برای برگزاری یک اعتراض رسمی و گسترده و سراسری به وجود بیاریم. به اتفاق دو میهمان عزیزمون آقای احمدی و جناب کنگرلو، با شما بینندگان این برنامه تا برنامه دیگر خداحافظی میکنیم. شاد و پیروز و سربلند باشید.